سلام به همه شما عزیزان دل، خیلی اوقات براتون پیش اومده تو نرم افزاری مثل پریمیر یا حتی افتر افکتس یه ویدیویی که دانلود میکنید یا از طریق شبکه‌های مجازی براتون ارسال میشه، میبینید که ویدیوتون این مشکل رو داره. خیلی اوقات ممکنه اشتباها شما فکر کنید که باید برید کارت گرافیکتون رو آپدیت کنید، در حالی که این مشکل با کانورت حل میشه نه با آپدیت کارت گرافیک. و برای اینکه ما بتونیم پروسه کانورت رو سریع و بی درد سر داشته باشیم، من به شما نرم افزار ایکس مدیا ریکود رو معرفی میکنم. البته با هند بریک هم میتونید انجام بدید، اما ایکس مدیا یه مقدار سرعتش بیشتره. ما تو آموزش های گذشته اشاره کردیم که میتونید اینجا بعضی که ویدیو رو انتخاب بکنید بیایید و حالت کپی رو انتخاب بکنید، اما در این مثال به خصوص کپی جواب مشکل شما رو نمیده، چون ویدیوی شما صحنه صحنه پخش میشد حتما باید یک بار دیگه کانورت بشه. چون ویدیوی من صدا نداره دیگه، من به قسمت صداش مراجعه نمی کنم که بخوام صداش رو هم حتی کانورت بکنم. یه نکته اینجاست، ببینید بیتریتش، من اول بیام بیتریت خود کارم رو ببینم. بیتریت خود کارم هست حدوداً 15 هزار. به خاطر همینه که من توی این قسمت این رو روی 15000 میذارم و بعد رو دکمه اد تو کیو رو میزنم و بعد رندرم رو انجام میدم. بعد از به پایین رسیدن کافیه که فایل کانورت شده رو بیارم داخل نرم افزار پریمیر و دوباره فایلم رو پلی کنم. میبینیم که دیگه اون مشکل صحنه صحنه شدن کاملا برطرف شده. امیدوارم این آموزش بهتون کمک کرده باشه که سریع بتونید تصمیم بگیرید. اگر دیدید ویدیو اینطوره سریع کانورتش کنید، یعنی خودتون رو درگیر دانلود کارت گرافیک یا ارتقای نرم افزار نکنید، ایراد از ویدیوتونه. با هر نرم افزاری که بتونید کانورت کنید میتونید به نتیجه برسید، اما هند بریک و ایکس مدیا بهترین نتیجه رو در کمترین زمان برای شما برمقام میاره. امیدوارم که از این آموزش کوتاه و کاربردی لذت برده باشید. من سویل شریفی هستم و هر لحظه که داشتید آموزش میدیدید امیدوارم لذت شاد و خوش باشه. روز شبت خوش و خدا نگهدار.